سلام شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید بخش فارسی رادیو تماشا من ماه رحیمی هستم امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید شش صبح دوشنبه یازده همه ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است بربر با نه و نیمه یک شنبه شب اول جون یا جوان 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان در گفتگوی هفتگی پرداختن علمی به امر سیاسی همراه میشیم با دکتر آرام حسامی در موضوع بهشت بازور وظایف حکومت چیست؟ شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید. پرداختن علمی به امر سیاسی گفتگوی هفتگی دیگری است که از اینجا استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان میکنیم همراه یک استاد علوم سیاسی در مانتگامری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن دکتر آرام حسامی آقای دکتر خیلی خوش اومدیم به برنامه دو و سلام به شما بینندگان شنوندگان آیدوتون موافقین امروز راجب به سخنان دو امام جمعه ایران امام جمعه موقت تهران آقای احمد خاتمی و آقای علم الهدی امام جمعه مشهد صحبت بکنیم که گویا 35 سال به هر حال موفق نبودن مردم رو به زور به بهشت ببرن ولی همچنان اصرار دارند بله به زور شلاق ببینین بله خب این موضوع روز خیلی هم خبرساز بوده به قول امریکایی ها عقب جلو هم مقام ریاست جمهوری و هم علما اصار نظر کردن وظیفه حکومت واقعا <applause> آقای دکتر سامی به لحاظ علم سیاست آیا بردن مردم به بهشت یا ساختن کشورشونه؟ این سال خیلی هدفمنده ارزم <applause> به حضورتون که خب ای واقعا اگه سوال جدی من بگیرم سوالم کاملا جد خب خب جدی جدی, می میگیرم دیگه جهنم اردم به حضورتون که چون راجع به بهش صحبت میکنیم میگم ببینید بستگی به نوع حکومت داره شما این نیست که آیا وظیفه حکومت هست که مردم رو ببره به بهشت حالا یا با شلاق یا با چماق جواب من هست که بستگی به نوع حکومت داره به این معنا که خب درسته در قرن بیست و یکم یا در دوران معاصر شما کمتر میبینید که یک حکومت وظیفه خودش این رو بدونه که مردم رو ببره بهشت اما اگر واقعا بهش خیلی بیطرفانه نگاه کنیم اگر حاکمیت حقانیتش رو دینی مذهبی و یا الهی تعریف کنه یعنی در واقع یک حکومت دینی باشه بعد خب شما میبینین که حکومت دینی ممکنه جز وظایف حکومت این رو بدونه کمان مم. که میدونن که مردم رو به بهشت ببره حالا یا راهنمایی کنه یا ارشاد کنه یا در واقع امر به معروف و نهی از منکر انجام بده اما چون حقانیت رژیم کنونی در ایران از اسلامی بودنش میاد بنابراین این انتظار میره چون وقتی میگیم حکومت الهی اگه حقانیتش از خدا باشه یا الهی باشه برخلاف حکومت های دموکراتیک که مردمی و دنیوی است حکومت آسمانی و الهی است اما خانشی که از الهی بودن حکومت دارن یک خانش اسلامی شیعه شریع ولایت فقیهیه ولایت مطلقه فقیه مطلقه فقیه اگر این خانش و این درست باشه بله در این چارچوب وظیفه حکومت این میتونه باشه که مردم رو به زور شلاق ببره توی بهشت اما چون نوعای متفاوت حکومت داریم حکومت دموکراتیک هم داریم حکومت دموکراتیک اصلا حقانیتش رو از خدا یا آسمان نمیگیره یه مسئله دنیوی یک مسئله مردمی یک مسئله انسانی میشه حکومت در اون چارچوب بعد شما میتونین بگین خب وظیفه حکومت این نیست که تعیین مذهب مردم کنه یا فقر رو وارد حک... سیاست کنه و بعد یک تمایزی میبینید در قرن باعث بگم از قرن 14 هم 15 هم به این طرف لاغت در قرب به طور خیلی منسجم یک تلاش های شده که نهادهای مذهبی رو از نهادهای سیاسی و حکومتی جدا کنن در این چارچوب بله اگر یه کسی تعریف کنه خودش رو حقانیت رژیم رو مسیش رو مم. از آسمان و از خدا بگیره بعد به ترتیب که بیان پایین وظیفه ولایت فقیه این میشه که مردم رو ارشاد کنه و به بهشت ببره حتی بله آقای علم الهدا گفتن که شلاق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی خواهیم ایستاد که مانع بهش رفتن مردم میشوند این گویا بعد آقای احمد خاتمی هم گفته وظیفه حکومت دینی است که جاده بهش را صاف کند گویا در مقابل آقای روحانی گفتن که این واکنش در مقابل صحبت آقای روحانی که گفته دین در دست کارشناسان علما و صاحب نظران است و آنها باید دین را تبلیغ کنند دولت هم باید حمایت کند یعنی آقای روحانی آیا صحبتش به نوعی همون نیست به نظرتون؟ خب این من اینو مطرح کردم چون این تناقض ها رو بایستی دید حکومت جمهوریه بله. یا اسلامیه یا جمهوری اسلامیه اگر هویت و ماهیت رژیم اسلامی بودنش هست در چارچوب قانون اساسی کنونی که هم ولایت فقیه مطلقه در حقیقت نهادینه شده و هم اسلامی بودن یا شیعه اسناعشری بودنش مسجل شده این بسیار طبیعیه اما اگر این مسئله رو خیلی واقعا بیطرفانه نگاه کنید از اول انقلاب تا امروز منظورم از همون موقعی که بحثی بود بین صحبتی بود بین بنی و خمینی راجع به حجاب زنان تا بعد یعنی از آقای بنی بگیرید و بعد آقای بازرگان تا آقای خاتمی و آقای روحانی الان این تضاد وجود داشته یعنی آیا شما یه حکومت دموکراتیک میخواین یا یک حکومت اسلامی میخواین شاید مستقیما نگید شریعت شریعه بایستی قانون مملکت باشه اما وقتی که قانون اساسی مملکت این رو در حقیقت ترویج میده و قبول میکنه در این چارچوب بعد این مسائل پیش میاد این تضادا پیش میاد آیا دولت منظور دولت الهی روحانیه مسئول مردم هست یا مسئول پاسداری از قانون اساسی هست و اون خانشی رو که از قانون اساسی میدن اگر اسلام اصناعشری ولایت فقیه مطلق باشه بعد این تناقض رو میبینید فقط هم در این مورد نمیبینید چون یک, خس... یک ویژگی حکومت های مذهبی این هست که به جای آزادی نظم رو و این نظم یک در حقیقت طبقای بسیار مشخص و معینی داره وظیفه شهروند در مقابل در واقع حق دولت مطرح میشه تکلیف شهروند در مقابل خدا و پیامبر و مذهب مطرح میشه در تقابل با این بینش شما یک حکومت های دموکراتیک دارید که در واقع انسان مهورن شخص مهورن شهروند مهورن فردگران و بعد اون حقوق شهروندی اونجا مطرح میشه خب آقای روحانی این تناقض رو میبینن و مجبورن بعضی ادعا کردن این بیسابقه است در جمهوری اسلامی یکی کسی اینجوری محکم صحبت کنه راجع به بهشت و جهنم و وظیفه دولت حکومت خب این مسئله است دیگه این دیح... یعنی این مسئله تازه هم نیست اما هر چند وقت این مطرح میشه من بحثی که واقعا قابل بررسی است که اینکه آیا ما به این فقط اشاره کردن به این موضوع بسنده میکنیم یا ریشه ای که منظورم اصولگرایان در مقابل اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران بسنده میکنیم میگیم بله ایشون جواب اینها رو دادن و رو آیا یک شروند حاضر این مسئله رو قبول کنه که با شلاق وظیفه دولت و حکومت اینه که با شلاق مردم رو ببره بهشت و این تناقضایی است که در جامعه ما دیده میشه دفعه پیش هم صحبت کردیم جهانی شدن توقع مردم رو برده بالا مردم میبینن بقیه اون برای آب مردم چجوری زندگی میکنن و چه میگذره یه مسئله دیگه رو من میخوام اشاره کنم و اون این است که آیا من سوال دارم و آ... با نکنید دیگه. که من ساکت نشستم سوال دارم بله بفرمایید من اینو میگم بعد نوبت شماست ارزم به حضورتون که ببینیم چقدر بحث و گفتگو و دیالوگ سیاسی اجتماعی در ایران نزول کرده که در واقع اون دیالوگ ملی ایران بحث بر اینه که آیا با شلاق وظیفه حکومت هست که با شلاق مردم رو ببره بهشت یا نه و بعد جواب ریاست جمهوری و بعد دوباره جواب این طرف بعد اون طرف این این در یک خودش گویاست راجع به جو و فضای سیاسی که در ایران حاکمه بله دکتر میدونین سوالم در حقیقت اون دفعه هم شما به نظم در برابر آزادی اشاره کردین و برای محافظ کاران عنوان نظم رو استفاده میکنین این ممکنه سوء تفاهم ایجاد بشه برای پالا بخشی که خب نظم که چیز بدی نیست میدونید یعنی آنچه نظم در علوم سیاسی خونده میشه متفاوت است از نا یا بی نظمی یا هرج و مرج یا آشفتگی بله. کشوری درسته ببینین من چهار تا ارزش سیاسی رو خیلی تیتوار میگم تمام تهوری های سیاسی و تمام ارزش های سیاسی در این چهار تا ارزش خلاصه میشه یکی امنیت و نظم که اینو من اوردر ما میگیم نظم یا امنیت تو انگلیسی یکی آزادی فریدم یا لیبرتی یکی ایکوالیتی و یکی ادالت justice. برابری و برابری ادالت. و جستیس جس ادالت این چهارتا تقریبا هر حکومت تحقیقا هر حکومتی بایستی یک بالانسی بین این بالانسی به وجود بیاره من ارز کردم که ویژگی حکومت های دموکراتیک این هست که آزادی والاترین ارزش هست اما حکومت های سنتی و مخصوصا حکومت های مذهبی اردر یا نظم براشون مهمه یعنی چی؟ یعنی که جای زن کجاست؟ این یه نظمی داره جای زن توی خونه است. زن بایستی محیط خوانه و خانواده رو آن نظمی که خود تعریف می‌کنند بله کنند. بله دیگه این دیگه اون یه نظم مشخصی داره وظیفه یک مقلد چیست و وظیفه یک مجتهد چیست و بعد این تعریف شده چه رتبه جای شما کجاست محافظ کاری به معنای اینکه سعی میکنن حفظ بکنن آنچه موجود است این به بله، طور کلی بله. خونده میشه یا نظم موجود رو حفظ بکنن ولی این خود این نظم موجود هم که به هر حال تیه فرض بکنیم از دوره اسلامی بخوایم بگیم تا الان چندان ثابت نبوده یعنی به اون معنا هم محافظ کاری که حفظ بشه اون ارزش های اسلامی همیشه متغیر بوده چیزی ثابت نبوده نظمی بله ببینین ولی ببینی همین مسئله است دیگه ببینین اگر شما امامت رو در مقابل خلافت قبول کنیم سید. اگر شما شیعه دوازده امامی رو در مقابل نه امامی و هفت امامی و چهار امامی قرار بدید سید. یه نظم مشخصی داره دیگه یعنی در حقیقت شما یک اوردری رو یک نظمی رو قبل پذیرفتید یک خانشی رو در واقع دارین ارائه میدین که حکومت الهی حکومت دینی یعنی چی؟ اجازه من اینجا یه دخالت بکنم آیا میتونیم به جای کلمه اوردر ای اینجا بذاریم دستورالعمل وقتی من یک دستورالعملی رو انتخاب میکنم و تصمیم میگیرم روش وایسم این در برابر آزادیه نه دستورالعمل ببینین من حالا اوردر اوردر این این دقیقت امنیت امنیت این امنیت فقط یعنی امنیت آزادی با نیست. امنیت منافتره بله آزادی با برابری هم آزادی داره. با برابری بله با ب... این بحث مفصل این خودش یه بحث بله بله زیادیه بله. اونم نه آخر برنامه بله, بله. بله. صحیح. ا... ولی ارزم به حضور شما که ببینین امنیت یا اردری که من گفتم این رو دو جور میتونیم تفسیر کنیم مهم. یکی امنیت اجتماعی یکی امنیت فیزیکی یعنی شما دلتون میخواد شب خونتون کسی دزد نیاد خونتون اه, کسی بهتون حمله نکنه این یه امنیته اوردر یعنی یعنی در جامعه بایستی یک نظمی برقرار باشه این نظم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فیزیکی بایستی برقرار باشه ویژگی حکومت های سنتی که این نظم رعایت بشه مثلا حکومت های قدیم در قرب هم این بوده وقتی که شاه خدایی در حقیقت جا افتاد شاه متجلی یا مظهر وجود خداست بنابراین صحیح. این رتبه میبینین این رتبه باعثی حفظ بشه نکتری که من داشتم خدمتتون عرض میکردم این بود که اگر این رتبه حفظ بشه این خانشی از حکومت در واقع حاکمیت حقانیتش رو اینجوری توجیه میکنه اگر این توجیه انسانی یا مردمی یا فردی یا شخص میوری و حق محور باشه یک در واقع عواقبی داره صحیح. اگر الهی باشه خدایی باشه ولایت فقیهی باشه یه عواقبی داره این مسائل و تضاد موقعی پیش میاد که این جامعه ما تکلیفش اصلا روشن نیست از نظر نظام همین اون ارده رو باعث نگه دارن اینی که جای زنا کجاست دانشجوها چه درسی میتونن بخورن چه بخونن چرا علوم انسانی نبایستی به اصطلاح ترویج پیدا کنه یا اونجوری بهش اهمیت چرا مثلا حجاب یعنی که من میتونم اعمال کنم قدرت و نفوذ رو که دارم جای شما اینجاست کار شما اینه با و, با با. و شما هم سهمتون این هست که بیاد اینا رو برای ما توضیح بدین خیلی متشکر آقای دیتر آزامی گرامی تا هفته دیگه و توضیح های بیشتر از شما بدود. ممنون و از شما شنونده ها و بیننده های صدای آمریکا، رادیو تماشا هم متشکریم که همراه ما هستید بمانید با بخش دوم خبرها ساعت در ایران شش و سی دقیقه صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا ده شب است. به بخش دوم خبرها میپردازیم که من خبر مناسب رو پیدا کنم.